5 سال پیش خداوند به من گفت که تت شما چند تا دشمن داری با این دشمن ها باید آشتی بکنیم گفتم آقا ما ایرانی هستیم سخت این کارا نه خداوند این از ما نخواد بزن اونا برن رای خودشان. خودشم الان اونا تو شرای دیگر هستند چه, با... چه, ربطی داره خدا گفت نه پس من اسم اینا را یادداشت کردم فکر کنم 7 8 تا دا دشمن داشتم امیدوارم بعد از این کنفرانس لیستم طولانی تنشه اما شروع کردیم دعا کردن و یکی از این آقا ها تو یک شهر نزدیک به ما زندگی می کرد و من یه روزی بدونی که تلفن کنم رفتم درش خونه درش خونه در خونه زدم و وقتی در باز کرد گفت تو عجب آدمی هستی گفتم چی تو سنت ما ایرانی را می گفتم بله می گفت که من مجبورم تو را دعوت کنم اینطور گفت اگر تو سگم بودی دعوتت می کردم تو گفتم خدا رو شکر سگ نیستیم اومدیم دیدم که شو... گفتم برادر الان دو ساله که ما با هم دیگه صحبت نمی کنیم شما کلسا نمیاد اعتباد به ما ندارید اومدم که گوش کنم مشکلت با من چیه من حاضرم هر چی میخواد بگی من گوش کنم دو ساعت طول کشید تا تمام ارادای من را مشکلات من را دردایی که من برش وجود آوردم اعلام کرد و اینا آخر دو ساعت گفتم مطمئنی همشه گفتی چیزی دیگه نمونده خسته شده بود اینقدر گفته بود گفتم بری برادر الان ببین ما دو راه داریم من آمدم اصخایی بکنم از همین چیزا هر چی گفتی اصخایی بکنم یا اینجا شما منو میبخشید و دوستی ما دوباره سر جا میاد یا رد میکنی و من میگم که من معمولیت خودم را کردم آمدم آشتی خواستم من میبخشم تو منو میبخشید اونجا برای چند دقیقه هیچی نگفت بعدن عشقش در آمده گفته که بله منم میبخشم گفتم پس برادر در آینده یک کاری بکنیم که اعتباد ما دوباره به اینجا نکشه اگر ببین شما چند دو سال مشکلات ما تمام جمع کردید همش تو فکرت بودی و خیلی جالب وقتی یه نفر عصبانی دقیقا چیزای کوچولو هم تو خاطرشه پرد پردا این رنگ بودن هوا این طور بوده یعنی عجب میدن چون که چون که خیلی روی مسائل دائما در فکر میکنن هر شب که سرش هم میزه بالاش دوباره این مسائل را فکر میکنن <applause> و اینقدر این بزرگ و زنده میشه ایشان البته من منو بخشید و گفتم برادر ببین یک کاری بکنیم که اگر از دست من ناراحت شدی بیا با هم صحبت کنیم نذاریم دو سال بگذاری اینطور باشه متاسفانه این این نصیحت ما را نپذیرفت اما اونجا من من رفتم برای بخشش مصاله دستو بوده میتونست نه چای داده خیلی بیادب ادب کردن چای داد نه آب داده همینطوری نشستم تو خونش و اینطوری شد پس میدونیم که این چهار تا کارهای خیلی عظیم روی صلیب مسیح انجام داده شده جدایی ما حل شده بازخرید شدیم و زیر کنترل گناه و مرگ و شیطان نیستیم و محکومیت گرفته شده و مصالح انجام داده شده از, چی؟ این, از این بهتر چی می‌خواید؟ خیلی خیلی عالی شده آمین خب وقتی به صلیب نگاه میکنیم میبینیم که یک کاری که خدا برای ما کرده ما چجوری از این صلیب باید استفاده کنیم چجوری ما این صلیب را به کار باید ببریم و اول میدونیم که صلیب دعوت دعوت مرگه صلیب وسیله بوده که رومیان مردم را میکشیدن پس صلیب مسیح مسیح میگه صلیبت وردار میگه باید بمیرید بمیرید در دنبال من بیاد مردنش به این صورت که اون خودخواهی من اون اراده من زیر کنترل مسیح باشه من میتونم هر کاری بکنم وقتی مسیح سر جاشه در کنترل وقتی خودم در کنترل هستم نمیتونم پس مسیح میگه که صلیب را هر روز وردارید چرا هر روز چرا نمیتونی بگی خب بابا ده سال پیش مسیح شدم صلیب قبول کردم چون که برمیگردم به اون تعلیم که دفالت ما همیشه گناهه همیشه ما برمیگردیم هر روز مثل که کامپیوترت روشن میکنی هر روز که بلند میشی دوباره برگشتی تو اون حالت نفسانی و باید اونجا بگی خداوند امروز مال توست خداوند امروز خودم به تو میسپرم امروز میخوام منو پر کنی به روحت امروز میخوام تو ما رو هدایت بکنی تو خدمتی که برای من داری امروز برای من روشن کن و این خیلی چیز جالب و قشنگی هست وقتی این کار میکنیم همچنین مسیح نه تنها در صلیب ما را صدا میکنه که بمیریم اما ما را صدا میکنه که بدونیم که ما هم با او قیام کردیم ما هم با او قیام کردیم رومیان شیش خیلی قشنگه میگه وقتی که ما توبه میکنیم با مسیح میمیریم و با مسیح هم قیام میکنیم خداوند خیلی چیزها را خیلی چیزها را عوض میکنه خیلی چیزها را عوض میکنه به طور قشنگی یه خواهر آمده بود توی کلیسای ما و تازه از ایران آمده بود و می آمده تو جلسه ها و از تمام تعلیم من اراد می, گرف. می گرفت می گفت مثلا ما این تعلیم این هست اون هست و به جای شده بود که وقتی می بردیم تو کلاس های خانگی خود ما اصلا یه صحبت بین من و خانم بود هیچ کسی دیگه حرف نمیتونست حرف بزنه و من خیلی ناراحت شده بودم چون میدونستم که خیلی دیگه حوصلهشون در رفته که یه خانم همیشه همینطوری در صحبت میکنه و اراد میگیره اما حس کردم که این اراد گرفتن فرصتی است که من با ملایمت با محبت حقیقت بهش بگم آخر جلسه آخر جلسه در دعایی که ما داشتیم من دعای توبه را کردن گفتن هر کی تو این جلسه احساس میکنه خدا باش صحبت کرده این دعای توبه را انجام بده گفتم مثلا ای خداوند اطراف میکنم گناهکار هستم اطراف میکنم که باور دارم تو عیسی مسیح روی صلیب رفتی برای من من ببخش به قلب من بیاد امروز قلبم را تو تقدیم میکنم من پر کن با روحت وقتی من این دعا رو میکردم من نمیدونستم ایشان چشماش که بسته بود یه نور خیلی خیلی بزرگی یه نور خیلی قوی تو به نزدش میامد به طوری شد که شد خودش شروع کرد به لرزیدن البته این بعدا به ما گفت و وقتی که دعا تمام شد این خانم جلوی چشم مثل که عوض شد اصلا صورتش عوض شد یه نور توش بوده و خودش بلند میشه و, و میگه اتفاقی شده و بچه ها دورش میشن و دوباره دعا میکنه و مسیح به دل دعوت میکنه و میدونیم که یه خانم جلوی چشم ما این حیات تازه به وجود آمد و ایشان هم عوض شد و تغییر شد و اون زندگی که مسیح میگه من قیام کردم شما هم قیام میکنی پیش آمد همچنین این صلیب دعوتی هست برای ما که خدا را هر روز اطاعت بکنیم شاید اینجا یه مقداری مسیحیت سختتر میشه همه میگن که این مسیحیت که کار نداره شنبه برو هر کاری میخواد بکن بعد یک شنبه بیا کلیسا توبه کن تمام میشه نه اینطور مسیحیت نیست اگه شما درکت اینه که مسیحیت چقدر ساده برو هر گناهی تا دلت میخواد بکن بیا کلیسا توبه کن خدا میبخشه خدا هم شاید اون طور گناهان با زور ببخشه وقتی که شما با خودش بازی میکنید اما من اینه این طور حس کردم ما سالهای پیش و بعد جوانای کلیسای مشهد رفته بودیم تو کوها و یه رودخانه خیلی زیبایی بود هوا خیلی گم بود و ما تصمیم گرفتیم که شنا بریم بعد شب بیفتیم تو شنا تمام لباسای ما چیدیم و گذاشتیم زیر یه درخت یه سنگ بزرگم روشم گذاشتیم افتادیم تو آب و کیف کردیم یه 20 دقیقه گذشت دیدیم بابا لباس های ما نیست بعدا گفت چرا نیست بعدا فهمیدیم جریان آب ما رو برده نه که کسی آمده اونا بدوزه باید بگیری جریان آب ما رو برده ما الان به یه قسمت رودخانه نگاه میکنیم که قبلا نبودیم و دیدیم که تنراش اینه که ما برخلاف این جریان شروع کنیم به شنا کردن خیلی سخت تره از اینکه به آدم آب بره و آب برن کیفه ببین دنیا یه جریانی داره رفتن با جریانی دنیا کاری نداره همه میتونی راحت بکنن اما خداوند شما رو خوانده که خلاف جریان این رودخانه زندگی کنی و اونجا تو کمک خداوند را لازم داری نه پس میدونیم که صلیب دعوت اطاعته مسیح قبل از که بره دعا کرد از پدرش گفت خداوند اگه راه دیگر باشه من این پیاله را کنار بذارم اما اگر نه این پیاله را من قبول دارم پس میدونیم خود مسیح هم روبروی بوده با این اطاعتی که خدای پدر ازش خواست خدا رو شکر پس میدونیم که صلیب دعوت چی هست که ما بمیریم صلیب دعوتی هست که ما بدونیم که یه نیرو در ما ایجاد شده یه نیرو قوی در ما ایجاد شده در ایسای مسیح و ما میخواهیم که با اون نیرو مسیح که توی ما هست سمیمیت را حفظ کنیم سمیمیت را حفظ میکنیم با اطاعت و با توبه باید هر روز نه تنها خودم را تصمیم خدا بکنیم اما همچنین باید اجازه بدیم که خداوند دلهای ما را جستجو کنه در ایران وقتی برنج میخرید توی بقال شما میگی بقال ما میگیم بقال بقال برنج میخری میاری خونه اولین کار چی هست خانم همه میدونن میذاری توی سینی و سنگا و چیزهای دیگر بر میداری میگم بعد از انقلاب سنگا زیادتر شده تو برنج نمیدونم این حقیقت اما این کار میکنیم تا اون پاک باشه و میگم که در حضور خداوند سفره دلت را باز میکنی میگه خداوند تو نشون بده تو نشون بده کسافت ها گناه ها کجا هست چون ما نمیتونیم این کار بر خود ما کنیم چون دل ما فریب خورده است از یه نفر پرسیدم شما گناه کردی گفت نه اصلا هیچ تو نظرم نیست من گناه کرده باشم گفتم از زنتم بپرسم از هم بپرسم <تصف> یعنی خودش اصلا نمیتونست به فکر بیای که گناه کرده چون ما دل های ما به این راحتی خود ما را محکوم نمی کنیم. وقتی دلش باز باز میکنیم خدا یا تو انگوش بذار روی خلاف های من، گناه های من که من اونا را اطراف کنم. و کلام میگه چی؟ که اگر ما اطراف کنیم گناه های ما خداوند با خدا میبخشه و خدا ما را میشوره، تمیز میکنه. یادم بود یه جوون مسیح شده بود جوان آمریکایی بوده یکی از این بچه های خیابانی بوده واقعا من که اول دیدم نه کفش داشت گرسنه بود ساندویچ براش خریدم کفش براش خریدم دعا کردیم و ایشان قلبش به مسیح داد اما عادت خیلی بدی داشت یه جمله نمیتونسته بگه بدون یه فوش یعنی بدون حرف زشت اولین یک شنبه که آمد کلیسا خب بیچاره این طبق عادتش حرفاش زشت بود چند تا که کشی کلیسا کشته من که گفت آقا این آقا کیه چرا آمد اینجا گفتم با این دیروز مسیح شده حالا اجازه بده یه کمی بفهمه بعدا خودش آمد گفت من نمیدونم اصلا دست خودم نیست اینقدر عادت شده که کلمه های بد به کار ببرم گفتم یک یه رمزی یه آیه بیت میدم که کمک کنم گفتم این آیه اول یوحنا باب یک آیه فکر هشت نو میگه اگر اطراف کنی گناهات خداوند با وفاست میبخشد و میشورد می... می پس رفت و چند روز ندیدمش وقتی بعدش دیدم دیم زبانش خیلی خوب شده، دیگه حرفایی نمیکنه گفتم چی شد؟ گفت انقدر خسته شدم از توبه کردن که دیگه خودم تصمیم گرفتم این کارو نکنم <applause> اما به خاطر که اطراف کرد که این روش نادرسته دید. همون که ما به خودم میگیم من میدونم که این روش در من نادرسته نه که دیگران گفتم من خودم فهمیدم. روح تو کلام تو به من نشون بده که این نادرسته این نادرسته پس ما باید گناه های ما را به صلیب ببریم باید گناه ها ببریم همونطوری که تو سفره برنج میبیریم اما بعضی وقتا هم ما خیلی کوشش میکنیم خود ما را تمیز کنیم و فکر میکنیم همه چیز اوکیه و یاد اون روزی که من رفتم یک پنجره بزرگ تو خونه ماست من قشنگ اینه شستم هر کاری کردم احساس کردم که خیلی تمیزه بلند خوشید که زد دیدم وای حالا کار زیاد مونده با چشم من با نور من مثل که خوب بوده اما خدا میگه تحت نه با اون نوری که من روش میزنم فهم کنه آیا اجازه میدی که خدا نور خودش را در زندگی شما بتابه که اون گوشه های زندگی تا ببینه اون جاهای زندگی رو ببینه که باید عوض باشه صلیب این کار صلیب دعوت صلیب اینه نه فقط که از بار محکومیت آزاد باشیم فقط بدونیم که مسیح راه زندگی است اما واقعا مسیح در پاکسازی کنه ما را یه آقای کتابی نوشته خونه من قلب مسیح و میگه ما مسیح دعوت میکنیم تو اتاق مهمانی که همیشه معمولا مرتبه و روی مبلا پلاستیک زده و همه چیز عالیه و بعد اگه مسیح میگه اجازه داره من یه سری به مثلا اتاق خواب نه نه اتاق خواب شلوغه نه رو اونجا مسیح بعد مسیح پر روی میکنه میخوا به همه اتاقهای زندگیت بره آشباز خونه بره اتاق تلویزیونت بره به بشه شبکه هایی شما زدین تلویزیونت میخوای دونه دونه به تمام قسمت های زندگی شما رو بره و همه اینا رو پاک کنه فقط نیست که آمده تو مثل مهمان توی اتاق مهمانی و اونجا با ادب نشسته نه مسی میخواد به هر گوشه زندگیت بره به خاطر که وقتی هر گوشه سر مسی سر میزنه به هر گوشه زندگیت اونجا آزاد میشی از چیزایی که شما را گرفتاری میکردی روح خدا آزادتر میشه بعضی هم میگن تحت من روح خدا رو احساس نمیکنم بگیم بس شاید روح خدا احساس غریبی میکنه تو قلبت شاید روح خدا میگه که نمیدونم این آقا یه روز مسیحه یه روز بوداییه یه روز یه چیزیگریه واقعا واقعا کی هست وقتی که واقعا تسلیمش میشیم می بگیم تمام اتاقا تمام زندگیم برای تو باز هست چقدر زیبا و قشنگ هست بعدم میدونیم که ما باید نه تنها گناه های ما به صلیب ببریم اما طبیعت طبیعت کهنه ما هم باید به صلیب میخکوب باشه یعنی ما طبیعت همین گفتن یه دنده دو دنده طبیعت کهنه داریم طبیعت تازه داریم و چطور میتونیم که طبیعت تازه ما یعنی یعنی مسیحی که در وجود ما هست او قوی تر باشه و کشش نفس ما ضعیفتر باشه و خیلی جالب مادرم که ما را درس میداد تو تبریز درسای به اصطلاح مسیحیت میداد یه عرابه میکشید روی تخته و هر طرف این عرابه یه اسب میبنده یعنی این عرابه تو اینطور بره اونطور بره نقش نقش کشیدن من می بیری. اوکی میگه یکی از این اسبا نفس کونته یکی از این اسبا نفس جدیدته گفت حد اگر به اسب اسب جدیدتان قضا ندید توجه نکنید و فقط قضا به این اسب نفسانی بدید وقتی مسابقه هست کی برنده میشه گفت آقا ما بچه تبریز ما میفهمیم این چیزها را سر ما کلا نذار میدانیم که اینطوری این عربه میره پس دست ما هست که به کدوم قسمت زندگی ما بیشتر قضا میدیم اگر من به نفس من کمتر توجه کنم کمتر غذا بدم بیشتر غذا به،, به, اون قسمت روحانی من بدم کلام رو بخونم دعا کنم کلیسا باشم تو جمع وسیا باشم و سای کنم هر روز برم مسیح زدین کنم اون, اون نفس هی, هی 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 کمتر میشه یکی از بچه ها گفت اون نفس من داره کم رنگ میشه یکی قشنگ گفت ایرانیش خیلی قشنگ گفت و واقعا ما میتونیم اینطوری بریم جلو شما و من وقتی مسیح در کنترل زندگی ما هست چیز خیلی قشنگیه. وقتی نفس ما در کنترل خیلی چیز وحشتناکه یه روزی افسر آمد توی باغ ما با اسب سفیدش با پدرم کار داشت اسب رو بس جلوی در جلوی پلای خونه ما رفت تو وقتی کارش تموم شد با بابام گفت تا تو نمیخواد سوار اسب باشی گفت نه خیر آقا ما ما از اسباب میترسیم ترسیم سوارش بشیم گفت نه این اسب خیلی مرتبه خیلی کنترل شما سوار باشه خب من قانه که سوار شدم و یواشیاش این اسب را شروع کردم به راه بردن گفتم بابا کاری نداره خیلی راحته اما یکی از دوستانم یه شاخه گرفت و از عقب این اسب را زد این اصل اصلا بلند شد و بدونی که من بتونم کنترلش کنم از یه قسمت باغ رفت که همش درخت های بادام و اینا بوده و این شاخه ها درم به من میزد و من نمیتونستم این اصل را کنترل کنم با زور این اصل را کنترل کردم گفتم چقدر جالبه این اصل وقتی که دست اربابش بوده اصلا مشکل نداشت وقتی دست خودش بوده چقدر خطرناک بوده پس اون زمانی که ما احساس خطر می کنیم احساس ضربه خورده می کنیم که ما اون طبیعت کهنه ما زنده میشه و شروع می کنیم به شاید فوش دادن شاید از کور در آمدن و خیلی چیزهای دیگر پس قدرت مسیح و قدرت صلیبش این است که واقعا ما را پاکسازی میکنه و اون طبیعت کهنه ما هم میخکوب میشه نه تنها باید گناه های ما به سلی ببریم و طبیعت کهنه همچنین باید درد های ما ما خیلی درد ها داریم تو زندگی و این درد ها معمولا تو خاطر ما میمونه اونایی که مثلا چیزای دردناک داشتن تو بچگیشان تو نوجوانشان تو خاطر میمونه و خیلی وقتا اون زمان که این درد بوده تو زندگی ما ما به یه،, یه چیزایی باور کردیم یعنی شاید شیطان اونجا گفته که ببین تو به درد نمیخوری نمیدن تو آدم درست حسابی نیستید بالاخره اون دردها اجازه داد که ما تفسیرهای عجیب و غریب از زندگی بکنیم برای اینه که بعضی وقتا ما با یه نفر روبرو میشیم و یه حرفی میزنیم و اول و مالش خیلی بیشتر از اون چیزی که باید باشه به خاطر که ما انگوش گذشتیم روی درد گذشتهش. از درد گذشتهش آمده بالا و با ما چیز میکنه بگیم یک مثلا یک ضعف بزرگی یا یک ضعف بزرگ پر از آب باشه شما یه دو تا قط بریزید این آب میریزه بیرون کسی که پر هست کسی که پر هست با درد و ناراحتی و, و تنفر و ناراحتی فقط شما کافیه یک چپ چپ بهش نگاه کنی آتش میشه چون که اون برخوردش با این تمام این دردها پس پیدا کردن دردهای ما چه هستن و چه جوری خداوند از این دردها استفاده میکنه بعضی وقتا میتونی فقط با دعا بگی خداوند دردهای من و این اتفاقای بد را به من شفا بده به من کمک کن که پیروز باشم اما دردها هم باعث میشه که اگر ما اجازه بدیم ما به مسیح نزدیکتر تر باشیم دردهای شما میتونه شما رو دورتر از خدا بکنه دورتر از دیگران بکنه یا میتونه شما رو به مسیح نزدیک بکنه در حالت سختی ها جفه ها خیلی ها بیشتر روش میکنن در ایمان گفتن انگار مثل که خدا ما یه میخ هستیم خداوند ما رو داره میکوبه و میریم تو یک تیکه چوب هر دفعه کوبیده میشیم بیشتر میریم اون چوب و ما رو کشیدن بیرون سختره هر سختی که پیش میاد اگر ما درست ببینیمش رو درست قبول کنیم خداوند ما را نزدیکتر به خودش میکنه اونجا به من قوت میده که ما با او زندگی کنیم اما خیلی سخته که ما بعضی وقتا در تشخیص بدیم که دردهای ما چی بودن میدونم که خانومم وقتی که مشهد بود و اون زمان خیلی وقتا مثلا یه دختر یه دختر چرخ سواری بکنه تو خیابان تو مشهد مثلا خیلی ناراحت میشدن سنگ پت میکردن بهش و اینا و این خاطر توش مونده و بعضی وقتا اول خدمتش میگفت که من فکر کنم ایرانی منو دوست ندارن گفت نه دوست دارن شما اون خاطره بدی که تو ذهنت هست چیز میکنه یه روزی گفت که من دعا می کردم و خودم را توی کلیسای مشهد دیدم و سرودنامه فارسی باز بود و من نمیتونستم بخونم و احساس غربی کردم شما توی کلیسای آلمانی شاید احساس غربی کردی ها سرودنامه را باز میکنی نمیتونی خوری پس این چیز اتفاقایی که پیش میاد و مخصوصا که در فرهنگای دیگر هم زندگی میکنیم و نمیفهمیم بعضی چیزا احساس سنگینی و غربی میکنه برای ما اما هات را به خداوند ببر اشک با اگر باشه درد را به خداوند ببر و بگی خداوند من شفا بده شفا بده که من بتونم ارتباط هم با دیگران شیرین باشن اذیت نشن یادم بود یه خانم آمد کلیسا <coughs> ایرانی ما و دوره چای شینی کیفش باز میکرد و نصف شینی ها میریخت تو کیفش <laughs> خب شما مرا چی صحبت های تو آشپزخونه پیش آمد که شما خبر ندارید که خانم ها اینقدر گفتن که خب این مرض مریض چه چه خاره میکنه نمیدونستن که این خانم دو سه ماه قبل تو زندان بوده و هر وقت قضا می فکر میکنه که شاید دیگه قضا نباشه گفتم ببین تا شما نمیدونی طرف چی میکشه قضاوت نکن تا تو انگلیسی میگین تو تو کفش یکی دیگه رانه میرید دیگه نگو که مثلا چرا این خاره میکنه با مهربانیت نگاه کن باش صحبت کن ما زود قضاوت میکنیم نه زود اراد میگیریم میگیم ما اون چه بی پس باید در مسیح این کار بکنیم همچنین خداوند میخواد غرور ما روی صلیب میخوب بکنه اول پتروس پنشیش همون پولس پتروس صحبت میکنه که فروتنی فیض میاره شاید بعضیتان یادتان هست که من یه دونه مجله به نام شبان چپ می کردم کسی یادشون هست خیلی سالا پیش الان دو ساله که چاپ نمیشه اما به نوروز چاپ ش... دوباره شروع میشه چاپ الکترونیک پس امیدوارم که ب... ب... بگیره بخونید اما یه روزی یک دوست ایرانی زنگ زد من همشه مقاله رو می برای این مجله و گفت تحت ماشالله فارسید خیلی خوب شده منظورش بود چیزی خونده البته بین خود ما من ننوشته بودم من این رس فرستادم بود یکی دیگه ترجمه کرده بود اما وقتی این میگه که تا چقدر فارسیت خوش شده گفتم خب لازم نیست بهش بگم دیگه بزن بزن فکر کنه که فارسی هم خیلی پیشرفت کرده یعنی گرور من گم نشده بود گرور من پیدا شد بعدا خداوند گفت تد جان حقیقت بهش بگو بهش گفتم که برادر ممنونم اما من اینا رو انگلیسی نوشتم و یک دوست ایرانی اینا رو ترجمه کرده چقدر راحت و ساده ما میتونیم تو غرور بیافتیم نه اما خداوند کمک میکنه بعدا بعد از تمام این خداوند در یعقوب یک باب یک آیه 12 میگه وقتی که ما صلیب رو بر و برای مسیح زندگی میکنیم خدا به ما تاج حیات را میبخشه تاج حیات ببین ما میدونیم تاج هایی هستن تو آسمان اما این تاج حیاته این تاجه که الان ما میتونیم خدا, خدا, به ما میده البته ما نمیتونیم سفارش بدیم به ما میده پس وقتی که شما درست زندگی میکنی با مسیح با صلیبش با اینکه قلب خودت هم پاک شده هر روز دعا میکنی خداوند قدم میزنی خداوند برکت های خاصی تو همین دنیا میده خیلی ها فکر میکنم با دعا کردن و با پرستش کردن خدا تاج حیات به ما میده تاج حیات نتیجه اطاعته نتیجه شخصیت درسته نه فقط که صد بار بگیم حال لوی مسیجان مسیجان با باید شخصیت ما تبدیل باشه سختترین چیزی که تبدیل میشه شخصیت ماست شخصیت ما به این شکل صورت میگیره اون چیزایی که ما فکر میکنیم باعث میشه به اون چیزایی که تصمیم میگیریم باعث میشه اون چیزایی که عمل میکنیم باعث میشه اون چیزی که عادت میشه اون چیزایی که عادت میشه میشه شخصیت پس اگر میخوای شخصیتت عوض کن با ظاهر نمیتونی عوض کنی باید برگردی به, س... به طرز فکرت فکرات را زیر سلطنت عیسی مسیح بیاری باید این فیلتر داشته باشی که بدونی تو این مغز چه میذاره میگم مغز شما یک گیرنده است و شما کدوم شبکه های مخواه گوش کنید مسیح میگه که گوسفند من صدای من را میشنوند آیا شما صدای مسیح را میشنوی تو قلبت یا نه و وقتی میشنوی آیا اطاعت میکنی یا نه پس شخصیت اینطوری عوض میشه چه فکر میکنی؟ چه تصمیم میگیری؟ چه عمل میکنی؟ چه عادت از اون در میاد؟ و چه شخصیتی؟ شخصیت شما امروز نتیجه عادت های شما نتیجه طرز فکر شما هست برای اینه که خداوند میخواد شخصیت ما را عوض کنه و چقدر هم شیرین هست وقتی که شخصیت ما یواشاش با قوت خداوند عوض میشه خب امیدوارم که یه درک بهتر از صلیب داشتید امیدوارم که تصمیم بگیرید که هر روز صلیبت وردارید و دنبال خداوند بیایید باور کنید که خداوند محکومیتت را از دوشت ورداشته جالبه که تو مکاشفه باب دوازده میگه کار شیطان این هست که دائما به ایماندارا میخواد ثابت کنه که تو زیر محکومیت خدا هستید اما هر وقتی که احساس محکومیت میکنید رومیا هشت یک میگه که کسی که مسیح هست زیر محکومیت خدا دیگه نیست پس اینه در نظر داشته باشی خودت محکوم نکن دیگران رو محکوم نکن خدا داوره خدا محکوم میکنه بعضیا میگن که خب اگر در این دنیا عدالت به وجود نیامده گفتم در, در دادگاه خداوند همیشه عدالت انجام داده میشه باور کنید باور کنید خب بیا با هم دعا کنیم پدر جان شکرگزار هستیم برای صلیب عیسی مسیح ای خدا ممنونیم خداوند بعضی وقتا سخت باور کنم که تو این کار را برای من انجام دادید برای این عزیزان انجام دادید که انقدر ما را دوست داشتید که راضی نبودی که ما از تو دور باشیم راضی نبودی که ما دسترسی به تو نداشته باشیم راضی نبودی که ما زیر کنترل گناه و شیطان باشیم و تو ما را خاندید ما را خاندید ای خداوند ممنونیم اجازه بده که ندای تو را هر روز بهتر و بهتر بشناسیم ای خدا با ما را تشنه کن برای کلامت که تو را بهتر بشناسیم در کلامت تنها تو را بهتر میشناسیم خود را بهتر میشناسیم میفهمیم که کجا کوتا میاییم کجا اراد داریم کجا گناه داریم و اینا را میتونیم اطراف کنیم ممنونیم برای این هدیه ای اطراف گناه و بخشش گناه ممنونیم ای خداوند که اون کاری که در ما شروع کردید ول نمیکنی تا روز عیسی مسیح به کمال میرسونی ممنونیم ای خداوند ما شاید تا رو ول کنیم اما تو ما رو ول نمی کنی. مال تو هستیم ممنونیم و برای این افزان که اینجا جمع شدن دعا میکنن با اونا باش قوت بنا با عطا کن اونا رو کمک کن که در راه تو رشد کنند به نام عیسی مسیح دعا میکنیم آمین